شباب شباب كلو حبي حنك برای باغ دست مبروک. بیا برو بخشه بابا سنگی دونست برن جناب بابا دو ما سرخونه که پشت نیست برو بچه برو خانت بده داری تایی کاره شما باقانی ها باقه دارم بیا باقانی ها باقه دور باقه هستم به آن به نهی باقانی ها نکن بیدادم باقان 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 بیره باقان باقان بیره دور باقه هستم ساعت خدمتونه عجب موچه قشنگی همو بهتر که ساعت نداری دارم موچه از دست مزاحمتون شما لشه گذاشتم تو جیبه عجب ساعت قشنگیه میشه زیارتش بکنم نه والا یه حالی دیگه بی پدر مادر دزدیدش این روزا هر چیز خوب باید قایمش کرد با خدا من همش دلم شوره شماره میزنه که چرا خودتون رو قایم نمی کنی حیف این چشا حیف این لبا حیف این گردن بلور حیف این سینه آقا یه ما که پایین تر نرفتیم شما داد میزنین اصلا امروز خیلی بد عقل شدین چه تو مزاحمتون شده؟ به خدا اگه لب تر بکنین سر یه سوتی شرش از سرتون کم میکنم اگه شر خودتون از سرم کم کنین خیلی ممنون میشم امر بفرمین در سوخته یا آس و پاس با یه دست لباس کرایه یا یه کپ مو یه زمان دراز چیتون مردم خبر کام شد خفه خفه زبونتو میبارم اگه حرف بزنی یا دلو یه من حرف بزن قادقن نه چه سوی تا کار چه گوشیدون کاشتن یارو دهنش بود تأخیر میده اون وقت میخواد عجب سال و زمونه شده ساعت خدمتونه از وقت خواستم سر حرف رو به این هوا وا کنم عادتم شده خوشتون اومد حسابی آسولاتش کردم اگه دوست داریم بازم برم علی آقا رو کتک بزنم علی آقا چی؟ فکر نفهمیدم علی منم علی آقا منم دیگه نوکرتم حالا میگی سر چنده یا نه آقا من نامزد دارم نامزدم و خیلی دوست دارم آخر همین هفته هم قراره با هم عروسی کنیم حالا بازم میخواین بدونی سر چنده یا نه مبارکه حالا چرا این خبر خوشو به ما گفتی؟ برای اینکه خیالتون راحت کرده باشم شما که با این حرفتون خیال راحت ما رو پاک ناراحت کرده به هر جهت اگه باور نداری میتونم شما رو هم دعوت کنم اما به شرطی که مثل آدم حسابی لباس بپوشید اون قارقارکتون هم با خودتون نیارید نفهمیدم حالا اگه رخش ما شد قارقارک رخش Thank you.
بگم بده. آقا بزرگ نوشته خانم اومدن، اگه بفهمن چی میشه؟ شما به این کارا دخالت نکنید، من خودم یه طوری حالیش میکنم. خدایا صبر بده. پس تکلیف خیاط که برای پرو لباس عروسی اومده چی میشه آقا بزرگ؟ بله اومده. شما چیزتون شده؟ نه 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 ابدا، حواس کردم یه گلاسی بزنم برای تام درست کنم بخورم. مشروبه چه وقتی؟ حق با توه، تو سر حالی، اما پدر بزرگت برای اینکه سر حال باشه باید به خودش برسی. حتما باز یه جای کار میلنگه که شما دست به دامن مشروب شدید. شکر خدا که به من مربوطی. با یه اوتو برطرف میشه، من درستش میکنم، خیالتون راحت راست. آخه دیگه چی ره؟ درست میکنم. چطوره آقا بزرگ؟ ای بدک نیست. چی بدک نیست؟ عالیه. مش با غیرننه، شما ها کجایی؟ اونا رو چی کار داری؟ میخوام ببینم عقیده اونا درباره یه لباس هم، گرچه رسمی، سلیقه اونا مثل سلیقه شما. از طب من رنجیدی؟ من اینطوری الو توی من اینطوری سلام سلام راست میگوی حق با تو آره هر چی که بگی قبول دارم ولی با مرکا خیلی گرفت دارم امروزم باز گرفت داری من که به تو از پیش گفته بودم امروز خیاطم میاد تو آخرش من نفهمیدم این گرفتاری تو چیه؟ بابا گرفتارم میده دوستان همه ازم شیرینی عروسی میخوان برگ من؟ پس درش نیازه من بیام پس زود بیا اگه ببینی دهنت آب میفته گرچه آقا بزرگ از دوستش اینگار خوشش داشتم با منوچر حرف میزدم پیدن بچه ای من کسیه که شمارم گل زدی اگر از روز اول به من گفته بود که نام زد داره هرگز پاکش نمیذاشتم به خاطر همین بود که خودمو در اختیارش گذاشتم ولی حالا فهمیدم که مرد خوبه من مرد خوب شما بود اگه میدینین اینجا آمدم فقط به خاطر بچه‌ام سلام چقدر قشنگ شدی سلام آقا بزرگ خدا شدی ما همیشه دلم میخواست من دلخواه هم همین لباس بپوشه که حس کنم دامادم Ha ha ha!
بابا بزرگ و دوی قصه هیچی رو نخون. میدونم که خبر خوشی برات نبود، به خصوص در چنین موقعیتی. چرا باید تمام خواستگاره تو یه جوری به قول معروف تو زرد از آب در بیاد؟ تازه از کجا میتونستم بفهمم که حتی در فامیل خودمونم که همچین جونوری پیدا میشه؟ گریه نکن عزیز دلم، من تمام تلاش و آرزوم این بوده که بتونم با انتخاب مرد شایستهی تو رو خوشبخت کنم، اما بدبختانه با تمام دقتی که کردم آمدم با شکست روبرو شدم. انگوش رو هر کی گذاشتم، چه خودی چه غریبه، همه به یه منظور پا پیش گذاشتم. اونم ثروت تو بوده، گرچه از این پیش آمد بی اندازه ده شکسته شدم، اما باز جای شکرش باقیه که زنی حق باز دقر نشد. گریه نکن دخترم، باید از این پیش آمد خوشحالم باشی. بله، تکرار این اشتباهات به من حالی کرد که خودم رو عقب بکشم و انتخاب مرد آیندت رو به خودت واگذار کنم. چرا که نه؟ خوشحال میشم اگه روزی منو با شوهر آیندت آشنا کنی. پس تکلیف منو چی میشه؟ اون جونور خودش تکلیف خودش رو روشن کرد. اگه آدم زرنگی باشه دیگه هیچ وقت این طرف رو پیداش نمیشه. نو چاره بس چاخه جلوم رفتو اینه که تا اومد پنچری شدیگه باره دیگه به امزا نرسیدم. اون یارو کیه؟ یه بنده خدا. ای فنم مخواستی تحسوش دراری ببینی کیه؟ مگه ما چی کاره ایم؟ جهان شما هستین که کوچه رو بیست آب کردین. آدم از تو توقع داره یه دقیقه که دیر میام همه چیز رو شوهر میدین. میبینم سرکارم چیزی بهش نگو باش سرشاخ شد. پس چرا جنازه سرکار؟ سرکار گفت منتظر یک کسیه. منتظر کی؟ چه میدونم، برا خودش بپر. اگه عرضه داشتی که لب و فروشه میشد. آقا رو شما که دکوره لاغا کرده. بله خوابیده، ولی میدونم که نزدیک خنگه. منتظر کسی هستی؟ منتظر کی؟ این دیگه به خودم بده. باشم، از ما گفتم. اما اگه جنازه شدی نگی نگفتم. شما چی گفتیم؟ گفتم بچه های محل از اون ختمان یه حد بیچش چال وسط نداشتن رو تو برگردونی سرت تیغ انداختن. مارد نوکرت نه سر رنگ تو نبا. حالا امروز سر خود اومدی وایستادی وایستا، اما از فردا دیگه این طرف ها پیدا تشید. Yeah, I'm gonna watch that.
رو وقتی هستی که چش تو چشم من میندازی عمل زشت تو اینطور برام تعریف میکنی. تو هم قبول میکنی که من به جز تو کسی رو داشته باشم؟ به مقدسات عالم اگه یه نفر در من جا داشته باشه اونم تو هستی. اگه اسممو به زبون بیاری همچین میخوام اونم تو گوشت. شما زحمت خفه نه چه خودم تکلیف شی روشن کنم. شما فامیلی؟ مثلا اصلا اول به من نگفتی های فامیلی؟ آقا ناچارتم ببخشید خانم از شما معذرت بخوام. اگه از اول به من گفته بودین غلط میکردم دست رو آقا بلند کنم. جان پسرمو دارم از خجالت مثل آب یخ میشم. برو پیکار تمام. ناحق و ناروا خوابوندم بیخ گوشه تو بدست گوشم پایم نشد مرگ تو بالا بلکن دلگیر می تنسیل در بلکن نمیخوام بزنم بزنم بلکن حالا دلت خونک شد جون تو اگه نمیدادی خیلی به دل میگرفتم باید قبول کن که تقصیر خانومه که سلام جانم سلام آبا چی باشه؟ ناکرتم چی جانم؟ دوست من هستم یعنی هم کلاس هم هستم صحیح خوشبختم آقای آقای تارفی یعنی علی تارفی این انگلیسی خوندنم عجیب بود شده زمان ما آقا فقط فراموش بود و بعد یس پلیز شما که خوب بلدین آقا بزرگ به فرانسه تعارف کردن که چرا وایسادی بفرمایید اگر روی من یا این همه فرانسه خوندم درست اینجا نفهمیدم چی گفت ماشاءالله فرانسه رو مثل انگلیسی حرف میزنین شرمندم نکنین آقای تعارفی دیگه همش یادم نه اتفاقا فرانسه رو مثل پاکستانیا تلفظ کردین چی جانم منظورم مثل پاکستانیا فرانسه حرف زدین چی جانم آخه من دوره لهجه بین المللی دارم میبینم چرا تشریف نمیارین تو؟ بفرمین تو جانم برو دارم تخمه آقا تخمه واسه چش خیلی خوبه حالا بگذاریم که آفت دندونه چی میخورین جانم؟ خلا اگه آب باشه یه چی میخورین؟ منظورم مشروب آقای تعارفی حالا که تعارف میکنین یه گلاس وات میزنین چه نوع مشروبیه؟ وشکای فرده علا خودمون دیگه میبخشین بنده اغلب کلمات شما رو متوجه نمیشم خب ما هم بیشتر حرفای شما رو جا میدازیم این به اون در مشروب شما قربون شما صفاتون عشقه ناکرتم سلام شما
اهل تخت نرد هستید جانم؟ والا جانم با تو قهوه خونه زیر گذر هم مر حریفیم هیت بدم نمیاد که شما رو فروشت کنیم چی جانم؟ هیچی یعنی ناکارتم یعنی برده دارم هست ها بله خیلی خرامتونه گرفا بح 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 عجب تخته یه کار کجا ساقا جان مال آباده مشکله به این آباده عجب کاری کرد منفذ جن آسان به اون خنجه استاد بفرما اینجا موسیقی دولفا کلوسته بفرما موسیقی رو برمی بگیم حریف حریف میکنم همه رو تو سیر شما چرا سرفا میکنی؟ خب بعضی وقتا سرفا میگیره اخ کمره برای چی؟ آه کمره یک نه جانم بعد تا حالا اینجوری رو زمین نشه بیشیم بابا بیم ما بدبختا چی میکشیم خب میفرمایید سر چی بزنیم؟ آه کرتم برای سلامتی کافیه شما انگلیسی رو برای چی میخونی؟ آه کدوم انگلیسی رو؟ جدی به فرق چی باعث شده که به این کلاس بشیدیم؟ راستش تو ما انگلیسا چپ افتادیم اینه که انگلیسی میخونیم تا بتونیم بهشون به انگلیسی بد و بید رفیدیم بیا و تاقه میمونه کن چطوره بیا تاقه تو بازی میچه نو جدتا نو جدتا اومدم تو خط با اجازه نو این دو بچه بخش ننه اگه تاسم بشینه ها سوسکت کردم دلنگ که ما بیشیم ببینم مالیده چی جانه؟ یعنی قبول نیست برای چی؟ آخه داشت تاس میگره دوباره بریم باشه جانه دو مرتبه میبیزم اگه منم که جرسیش میارم نه آخه نه مار خب حالا میزنیم سر یه چیزی جدی نو چرتم من با اجازه باید کجا؟ اونجا که همه تنها میرن خب اجازه بدین نه 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 من خودم پیدا کنم اوه اوه پاکی خب بیرد چیزیه نو چرتم نو چرتم آه یه عمر دوستی در عکس تمام این سرگوزای موبرم به مسخره که این را از خوشی بیرون اهل منم و این حرفاتی میدونی آقا بودی خیلی راحت خودمی قابل مطالعه چرا یه تازه دمه؟ آقای تعارفی شما چرا تعارفی کنید؟ کار ننه را آسون کردم چایی رو بخوریم که بتونم من زودتر برم بفرمیم اگه شام کشیف داشته باشین خوشحال ناشرتم بنده باز برم یعنی مجبورم به هر جهت از مجالستتون سیر نمیشه چی جانم؟ امیدوارم که دفعه آخرتون نباشه ناشرتم تو کلاس انگلیسی دم دور یس چه آدم نازنین و خوبی مارو باشی مارو باشی نه کردم هلو هیچی نشده داشتم سینی رو با بونم میگوردم اختی نه نه کرشو دمه کلاس انگلیسی دمه دور گود نایت نه کردم
قلمو میدم. اگه میتونستن که دیگه دنبال تو کلفت باز نمیفرستادن. علی کار خودش کرده. نوبت توئه که نشه تو رد کنی. بگو ببینم سرکتی به تورش داره. مفصله. گدا فونت سر جاشه. بیا فونتو گرم کن. خب تعریف کن بگو ببینم چجوری شیرین کاشتی. جون تو کار رفتن بود. آخه دختر کلفت نبود که بتونم با یه علنگو یا یه بلیت لاژ سینما تمدن تو خط بیارمش. از همون اول چشم آب نمیخورد. جونمو که به خاطر پولش نبود جا میزدم. علی واسه تور زدن کلفتا هزار تا شگرد داره. این نشد اون یکی. اما این دخترم مگه را میداد این حسنگ. مونده بودم تو رو دروسی که بیان بگم آقا جعفر نش بابا دست خو نوکرتم. اگه شوهرنگ من میرفت نمیذاشتم پیش آقا جعفر کنت بشم. اینیه که جون همه تو میونه هزار تا حلقه چشو همچی دیگه. آقا تارفی تبریک. سلام. نوش شیرین کاشتی. شما با آدم نیستم. میخوای نقششو واسه بکشم؟ این نه این در ساختمونه. اون روبرو در حاله. وارد که میشی میخوای ببینی چی دردم. پلش میگفته مسخره میکنی؟ اگر راست میگی بگو اتاق خوابش کجا؟ پولاش گشتش کجا؟ خواب اگه میدونی تو بگو کجا؟ بیه کن بینم. جلوشو بگیری. کاش نمیری. دوزاره بگه جواب بده. دوزارو ببر بده. لا اله الا الله. چاقالوس گرفتی. آخه اگه من رخ شوریم ازم بر نمی اومد تو تنه دست چی کار میکردی؟ نه کارتم خودت گفتی برم دنبال کار. حالا کار پیدا کردی یا نه؟ والله هر جی رفتم یه دکتر خواستن یا لیسان. نه اینکه تو دیپلومشو داری؟ یه کاری واسم جور شد که به همه سر. چرا؟ درشنم نبود. درشنت نبود. بعد اخ پیش پای تو آتقی اومده بود که بگه خواهرتو قبل از ما مبارک میخواد ببری. غلط کرده؟ واو. با نداره. تو خونه که راش ندادیم. چرا راش ندم؟ آخه همه چیزی که نمیشه به تو گفت. حتما کاسه زیر نیم کاسه. ننه پس فرده میخواد آیزنت بشه. آیزنه کدوم یارو دازه. واو آتقی و دوزه. بله. به هوای خواستگاری می خونه آدم همچی که راوچاشو یاد گرفتن خونه رو لخ میکنن. ننه آتقیه پاچه آقا از اون چاچول بازا مرده خواهرت. یه دمه دکن تو سرچشمه داری. شاخان کرده کاروبار فروش مادر میگی. دیر به تاریکه انداخته. والا من که هرچی میگم تو یه چیزی دیگه میگی. از ما گفتم بود. حالا تو میخوای مالتو دست دوز بدی؟ برو بره. چه بونه های بنی اسرائیلی میگیری؟ بگو میخوای از زیر بار خرید جهاز خواهر در بدی و خلاص. کی من؟ من قول دارم نوکرشم هست. ده اگه قول دادی دست جنبو به اون خدای بالا سر گفته اگه جهازش جور نشه خودشو میکشه. خودشو میکشه؟ آره. غلط کرده؟ چون این تخمه لقه تو دانشی کفره؟ خودش غلط کنه به خوده؟ تو میخواستم. ننه حالا شوم خوردی یا نه؟ آره یه فورت کتک و دو تا کوده از آخر. ماشاده شده خونم هنوز نفهمیدم کی راست میگه کی دو. سلام.
سلام. داری گریه میکنی؟ نکنه خوف شوهر گرفته چه؟ کدوم شوهر؟ با یه لپیرن که نمیشه رفت خونه یه مردم. حالا من که اومدم پشت در که داری آبقوره میگیری؟ نیومدم، اما چه شنبه داری ماه مبارک رسیده. ای چه غم نداره، خونه آخرش این که خود من خب بالاخره یه کارش میکنم. داداش تو هنوز سر اون قولی که به هم داده بودی هستی؟ نو کارتم، اگه شده خودمو با آب آفیش بزنم نمیذارم پیش اهل محل کنف بشی. بگو به این سوی تجلی. به این سوی تجلی. اله قربونت برم. خدا نکنه تا موقعی که خانده هاشت زنده فقط هیچی نترس بازم. گرفته گرفته این دل که آجیش گرفته 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 این دل که آجیش گرفته. واه خدایا توبه، نه به اون گریه کردنه، نه به این قیر و قنبیل اومدنه. گرفته آخ گرفته. واه ننه چی بهش گفتی؟ هیچی ننه دلش خور کرد. هیچی ننه، خدا عمرت بده. گرفته گیش گرفته گیش گرفته این دل.
پدر و ننم انگار خوابیدم. تا حالا هفت پادشارم خواب دیدم. اینم از مهمونی عمه خانم. اما حیف که تو یه کمی ناراحت شدی، یعنی تقصیر هیچ کدومتون نبود. ما هم بعد تو لیب عمت پریدی. من اگه جای تو بودم لااقل احترام گیس سفیدشو نگه میداشتم. زمینی ازش گذشته. آخه اگه جلوش در نمیومدم همین امشب میخواست منو بده به پسرش. خب شب بخیر پدر بزرگ. اون میخواست از جدایی تو منوچهر بل بگیره و پسرشو قالب کنه. از تو جا در نیمدی بیافتم تو چاره. نه خوشم اومد، من زرنگ شدی. امشب هرچی اون از فرخ حرف زد تو هم از علی تحریم کردی. علی با هیچ کدوم از پسرای فانی قابل مقایسه. خدا شاهده هر کدومشون که با آدم میرسن یه جوره میخوان ناخونت بزنن. اما علی نه چشم تیزه اونا رو داره نه دست حرفشون. به خدا همین دستشون رو که انگشتم لمس نکرده. تو این دور زمانه نمیدونم چطوری اینقدر پاک و درست باقی. اینجور که تو پیش میری انگار صدای خوش پیش در آمد عشق به گوشم میخوره. اسمشو هرچی میخوایی بذاری. اما حس میکنم که بهش عادت کردم. اگه راستشو بخوای دوستش دارم. دوست داشتن عیبی نداره، اما برای عاشق شدن باید یک کمی پاورچین پاورچین پیش رفت. چه درباره علی من هیچ وقت چنین نسخه‌ای تجویز نمی کنم، چون که چشم بسته اونو قبول دارم. خب امیدوارم شب خوب بخواب. شما هم همینطور. نوکرتم. نگین جرا خدا. خیال کردی سر خود هر غلطی دلت خواست میتونی بکنی؟ کسی که کاری نکرده. دارم میخواست میکردی. اگه یه آفتابه هم میدازیدی اون وقت سرتون میذاشتم رو سینه.
بی اجازه من این موقع شب رفتی خونه مردم که چی؟ عشق بازی کنی؟ بریم بی خود جوش نزن. من دیگه نه اره دوستی هستم نه اره عشق بازی. جواز خواهرم هم یه جوری راست و ریس میکنم. مخ تکو کرده یا دختره خرد کرده؟ به زبونت نیار. بی پدر مادر نسناس فلات پول خرج کردم، هیکلت رو درست کردم، موتور زیر پات گذاشتم. حالا که دست و پامو گذاشتی تو پوست گردون میگی اسم دختره رو به زبون نیارم. میخوای از فردا یه کلفت واسه دیگر رو بندازم به تنگش تا بفهمی که این کارو بکنی؟ اون وقت با من طرفی. به امام زمون اگه یه خال بهش بیفته همه تونو لو میدم. اینو علی آقا تعارفی از تای دلش میگه. از امشب در بس نوکرشم، خط به خاطرم رو میخوام. بس گلوت گیر کرد. ماشینه تو دم کلاسش ببینم تار و سر خراب میکنم. شما ها مگه دفعه دیگه اون طرف ها پیداتون بشه خونتون پای خودتونه. اینو بهتون گفتم که حساب کار دستتون بیاد تا بی خود دم تیغم نیاید. بچه گدا چی شده که روی سگتون نشونه ما میده؟ از این انتر بپرس که میخواست دختر این معصوم رو زیر بگیره. دختر این معصوم رو میخواست زیر بگیره؟ تو چه؟ واسه اینکه که نمیخوام خال به تن یفته. واسه این که گلوت پیشش گیر کرده، واسه این که میونه همه کلفت هایی که به طور زدی از همه سرتره، واسه این که دلتو بسوزونم. منم خاطرشو میخوام، دیوونه شم. خیالت راحت شد؟ از حالا بگو دورش خیت بکشم. باشه چش، من بچه هر شنایی هستم. نه میگم دورش خیت بکشم. منتها یه خیط قرمز که نه تنها دلتو بلکه همه جا تو با آتیش بکشه. تو چی میخوای بگی لجن؟ که هنوز تو چنگ من هستی، که هنوز بی اجازه من نمیتونی آب بخوری، که اگه بازم بخوای گربه برخصونی و نبگی باز ماشین و دم کلاسش میبینی. منطقه این دفعه حتم داشته باز رو زیارت نمیکنی، چون که بنازنینشو زیر چرخای ماشینم تیکه تیکه میکنم. اینه ها گوشت چرخ کرده میکشم. تاغو رو سرم خراب کن، خود بچه ها رو تیز کن. بچه جدا از کله پوکت در کن که بتونی با جعفر در بیفتی. مثل موم تو دستام شکل عوض میکنی. از فردا باز میشی همونی که من میخواستم. دختره رو هر جوری که هست تحویلم میدی. حیف تو، حیف اون نازنی. بزن بر بفرما. نمیدونی علی، نمیدونی وقتی از اون پیر مرده نبویی داستم پرسیدم. کلم آقا بزرگم تو خونه شده نوکرتم. عجیب به تو علاقه من شدی. دیروز چند بار سراغ تو میگرم. عقیده داره که تو با جوانه دیگه کاملا فرق داری. فرق؟ ما همه اون سرت پا یک عروسی. هیچ فرق. حداقل با اونایی که من میشناسم از زمین تا آسمون فرق داری. مگه اونا چجوری بودن؟ چجوری؟ میدونی مثل زنایی بزرگ کرده که تو هیچ وقت نمیتونی قیافه اصلی اونا رو بشناسی. وقتی با آدم روبرو میشن مثل کفی دست میبینم، و وقتی رو تو بر میگردن میشن پشت دست. پدر سوخته، کلا بردار، دونو، سوچو. چرا میخندی؟ نوکرتم. آخه اینگاه درست داری هم من تعریف میکنی. خدا نکنه تو هیچ وقت نمیتونی مثل اونا باشی. اتفاقا من از همه اونایی که گفتی بدتر ترم. نگو، به خدا علی ازت میرنجم. آخه تو که هنوز امتحانم نکردی. امتحانی کردم. قبوله قبول. نوکره. بهشون قول دادم جامعه باهاشون باشن. البته با تو میریم اسکی.
بخشی. آره جان باید بیا. نوکرتم. چرا نوکرم؟ آخه من اسکی بلد نیستم. چرا اینقدر تو ساده و درست هستی؟ یه دفعه دروغ بگو مگه چی میشه؟ بگو بلدی، بگو رو دست نداری، بگو جایزه گرفتی، بگو قهرمانی. همه اینا رو که گفتی نوکرتم. اما اسکی بلد نیستم. یعنی اگه پامو بذارم اونجا زمین خوردن همونو دلنگم به هوا رفتن. بندر به کسی معرفی کنم. نوکرت. ما بیشتر آروپی اگه تو شانس داشتی که تخم شکن نمیذاری بد وقت نمارده بس دیگه میزنه ماسکره تشتاک تفسیر خودی تو بگنی میخواستم موزدی تو بدیم اگه بوه بیمعرفتی نکرده بود که داری در تعریف زیاده روی میکنی زیاده روی؟ هم کلاسی همو چیدی ازش دیگه نمیکندن موقعی اومدن اصولیم سرگوفی پیدا کرده تازه برای جمعه دیگه هم همهشون ازش قول گرفتن شما هم جمعه با ما بیان اگه بیان آقا بزرگ اون وقت میفهمی که من هیچ وقت بی خودی از کسی تعریف نمی کنم حالتو میفهمم میدونم تو حالا همون حالی رو داری که هر دختری به سن تو باشه همین حالا پیدا میکنه اما قبول کن عزیزم سن منم برای اسکی دیگه مناسب نیست من فقط میتونم تماشاگر خوبی باشم باشه قول میدم آقا بزرگ به شما خوش میگذره اتفاقا پیش پای تو این فکر بودم که یه راهی پیدا کنم تا بتونم بیشتر با علی معاشرت داشته باشم راستی شمال چطوره؟ میریم شکار با یه تیر دو نشون میزنیم در این چند روزی که اونجا هستیم بهتر میتونیم در باره اون تصمیم بگیریم من تصمیم هستم تا علی چی بگیم؟ چه کنیم دیگه هرکی تاووس خواهد دور هندستان کشد مومونم کوتاه کردیم به خاطر عشق غلام علی
غلام علی. سلام ارباب. سلام جانم، این چمدونا رو ببر تو. مواظب اون چمدون باش که جایی نزنی. شهربار تفنگ توشه. علی جان. جانم. علی جان خسته نباشی. خیلی تون میومدی مشات مشات. نه بابا هستی تون دیم نه 180 تون اومدی. اتفاقا من این سرعتی زیاد خوشم. آره همیشه تا سرعت و تعداش لذت میبری. اونی که میدونم. برحال علی جان خیلی ممنونم. آرانه یو. علی جان. همه با علی جان علی جان افتادم. جانم واسه اینکه من اصلا بلد نیستم تفنگ دست بگیرم. جون شما. میخوای تیر انداختن به شما یاد بدم جانم؟ نوکرتم. ما همینجوری دستپالشم آزارمون به مردم میرسه. من یادت میدم. بلند شو. آخه شما چی؟ آخه لاتی نداره فردا با ما بیاییم مردم نتونی تیر بندازیم. بلند شو بگیرم نکنی. بلند شو. بلند شو آقا. به حق کارایی نکرده. شدیم نه این رو اینگو نگاه خانوم معلم برسن اینجوری میگر ندار گنده رو بذار رو شونت فشار بده یه چیزیدم هم بذار تو مگسته تو نگاه کن حالا میتونی به هر تو که دلت خواست بزنی بزن یادم میگم کل سر تیر اندازین یادم میگم جون از هدف زدی آفتاری کردم که میخواین منو بخوشید حس که تو فشنگم میبخشید ماشینم تو ماسه ها گیر کرد دیدم همین یه چراغ روشن اینه که اومدم کمک بگیرم با کمال میل شما چرا سرما میخوری؟ تو کجا؟ با یه مرد غریب خوبیت نداره بگی بینم نه چیزی نشده احساس مالکیت میکنه پدر توبته از همه چیزش خوشم میاد از حرفاش از حرکاتش اصلا یه جور خوبیه باشله بابا قربونت دختر آره مثل سگه که انداخته باشنش تو غصبی افتدی تونه من بی خودتو قهره میکنی بچه گدا گفتم نباید میومد اینجا من باید میومدم اینجا قرارمون این بود تو باید دختره رو به من تحویل بدی حرفشم نزن قارقاراکتم وردار از اینجا برو سر من داد نزن گفتم گورتو گم کن شهر گورمو گم میکنم اما فردا نشه دختر رو رستت میمون قبول کردی آره؟ وقتی تحویلش دادیم میرید این سره تو وانمود کن که با ما زد خورد میکنی فقط به خاطر ایز گم کردن دختره بلاخره در اومد خیلی متشکرم خانم شوهر مهربونی داری قدرش رو بدونی خواهش میکنم آقا ممنونم شب بخیر خانم شب
بارون هوا عجب خوب میشه. آره همه چی خوب میشه. منتها منتها چی؟ تو خوابه نمیاد؟ تو چی؟ من به من کاری نداشته باشی. این آقا بزرگم ما رو گرفته با شما که دیجب میگفتی نشونه میگیرم اما دلم نمیاد جونشو بگیرم. نه چانم امروز یه حال دیگه ای دارم. و تو همون حال باش آقا بزرگم. اونو بزن هر با ببینم دلت نمیخواد با آبجو یه لبی تر کنیم. من خیلی تشنم شدم. آی گفتی با یکی دو تا ساندویچ حسابی میکرده. برقی اخی چه لنگری. حالا یابده تگری با دو تن خودشی شور حسابی میچسته.
اجازه. چی جانم؟ قربوسان قربون شما منتظر کسی هستین؟ بله منتظر نوام و نامزدش. البته تا وقتی که کارمون تموم نشه همونجا هست. این کار کوچولوتون چیه؟ یه یادداشت کوتاه به پدر بزرگتون بنویسین که تمام موجودی بانکشون رو بگیرن و تحویل ما بدن. فقط همین. فکر نمی‌کنی دیوونه شدیم؟ یک کمی. حالا بدون زور و خشونت یادداشت رو می‌نویسین یا دست به کار بشین؟ من نمی‌نویسم. خیلی خوب باشه. یالا. اگه بخواد پای پلیس رو به میون بکشه دیگه زنده شماها رو نمیبینیش. نه زنده نوشتنی. خیلی خب پس زودتر امضا کن. نمیدونستم اینقدر بچه گدایی.
من بردم این هفته بیلیت بردار شد این خونده بینه با در رفتم نقشه فرارتون نمی کشیم من اگه به اینا پشت کردم واسه اینی که تو رو دوست دارم فرشته حالا که کار به اینجور کشیده دیگه تو به من بد نگو دیگه تو منو بد ندون آخه من لوم هستم از افل بگم و بگم اگه پای پلیس به میون کشته بشه چی؟ پیرمرده اینقدر تو کلش هست که این کارو نکنه قناری قشنگش گیر بد گربه ای افتاده گرچه ما هم فعلا گوشت دست گربه دزده سپرد نکنه شیطون تو جلدش بره به طرف پنج جول بندزه برو ببین دارن چی کار میکنن بوته این کارو نداره کجا یه خورده دندون رو جیگر بذار چه گداکاری رو که شروع کردی تمومش کن نمیتونم اقلا جلوی اون خرابم نکنم اگه میخواستی خراب نشی به من نارو نمیزدی میری یا دستتو رو کنم برو
کار تو بکن. میری آرزوشو به دلت بذارم. اگه نفست بهش بخوره تیکه تیکه میکنم. در حدود 1,700,000 خورده دید. بیا بیا اینجا. بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا اول کاره Oh!
بزرگ بفهمه که من بیام. لاغل بزرگ فکر کنه من آدمم.